در پی تحولات اخیر سیاسی در کشور، امروز پس از چاشت رئیس اجرایی حکومت افغانستان آقای عبدالله عبدالله وارد ایران شد. در این سفر محمد محقق، حنیف اطمر مشاور امنیت ملی، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین، همایون رسا وزیر تجارت، نسرین اوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی، عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ و محمدالله بطاش وزیر حمل و نقل آقای عبدالله را همراهی میکنند. این سفر دقیق در حال به ایران شکل میگیرد که اوضاع سیاسی در ایران هم چندان مقبول و خوشایند نیست. در پی تحولات اخیر در خاورمیانه، سه تا کشور روابط خود را با ایران کاملا قطع کردند: عربستان سعودی، بحرین و سودان، که این مسئله خودش به نحو سیاست خارجی ایران را وارد یک مرحله و معادله تازه ساخت. اما به هر ترتیبش اون طرف اگر قدر سیاست خارجی ایران لنگیده، حداقل یک خبر خوش وجود داره که همسایه نزدیکش، اون هم یکی از افراد بلندپایش که رئیس اجرایی حکومت افغانستان، از وارد ایران شد. اما بحث این است که این سفر آقای عبدالله با کدام مسائل و با کدام اساسات خواهد بود. ظاهرا گفتم که آقای عبدالله در این سفر روی همان مسائل مشترک که از گذشته هم میان دو کشور حداقل روی میز مذاکرهشان بود صحبت خواهد کرد، از جمله بحث مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی و اخیرا مبحث داعش، که ایران هم از این مسئله خاطرش به قدر خار است و با دنبال از این است که بتانه در منطقه یک شور و یک تحول جدید ایجاد بکنه تا بتانه در برابر دهشت افغانی و این پدیده نو داعش مبارزه بکنه. این یک طرف مسئله است. در کنار از این، آقای عبدالله گفت همیشه که در مورد مسائل اقتصادی بویژه بحث بندر چابهار صحبت خواهد کرد، که قدر روی مثلا تبصره خواهیم کرد به خاطر حداقل باز شدن تصویر مشخص در بندر، در مورد بندر چابهار که چقدر میتونه اهمیت اقتصادی بر افغانستان و بر مردمش و بر کشورهای دیگر داشته باشه. بحث مهاجرین هم از مباحث بسیار ارزشمند و اساسی است، چون در همین ساحه ایران پس از پاکستان بیشترین مهاجرین افغان را در خاک خودش جا داده و در سالیان سال هم مردم رفت آمد میکردن و این پروسه جریان داره. بحث مبارزه با مواد مخدر هم یک بحث بسیار ارزشمند است، چون ایران در جهان تنها کشور است که بیشترین معتاد و کسانی که مبتلا به اعتیاد هستند در خاک خودش داره و اون را هم به نحو ایران احساس میکنه که حداقل قاچاقش، رفت آمدش، پروسسش از کشور همسایش افغانستان است که در این مورد در سالهای گذشته هم زیاد تبصره کرده. حالا بحث این است که یک مرور، یک گریز بزنیم و حداقل نیم نگاه که داشته باشیم به تحولات اخیری که در همین چند سال حکومت آقای کرزی و حالا حکومت وحدت ملی است. دقیق در سال 2013 پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، ما یک تقریبا یک پیمان یا حداقل یک توافق مشابهی که روی همین مسائل باشه با آقای کرزی در دوره حکومتش بود که چطور میتونیم با توریسم و با مواد مخدر این مسائل صحبت بکنیم. این مسئله هم قابل یادآوری است که ایران از تنها کشورهایی بود که مخالف سرسخت بستن پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا بود، هرچند که این پیمان خودش به نحو سودآور بود به خاطر از اینکه از یک مسئله آمریکا ایندی ها را اجازه داد که وارد چابهار شوند و سرمایه گذاری بکنند، چون قبل از او ایران به نحو هم در سطح جهانی و هم در منطقه در یک تحریم بسیار شدید به سر می برد. و بندر چابهار، حتما برای مردم سوال است که این بندر اهمیتش چی است. حالا بتر با مهمان محترم در این مورد صحبت خواهیم کرد، اما یک قدر تصویر کلی. دریچه که حداقل بر هندوستان اجازه میده بتانه بجز از پاکستان به آسیای میانه و افغانستان را پیدا بکنه و بر خود افغانستان هم یک اهمیت، یک شریان حیاتی است که میتونه صادرات خودش حتی به اروپا، به هندوستان و از این طریق بتانه و ایران هم صادر بکنه. به او خاطرش چابهار افغانستان از وابستگی به بندر کراچی که همواره گفته میشه یک فشار سیاسی از طرف پاکستان به حکومت افغانستان است، این بحث هم تقلیل میته و اجازه میته که حداقل افغانستان به جز از بندر کراچی بتونه دست خود به مسائل آبها اجازه بده یا دسترسی پیدا بکنه. اما سخن آخر، یک تا بندر دیگه همچنان رقیب چابهار است، بندر گادر، که اون هم در
بلوچستان پاکستان قرار داره و ایم یک عطا بعضی ها طنزآمیز نوشته کرده بودن مثل یک دو تا رقیب مبارز جنگ بکنه، مثل یک چابهار در برابر گوادر. گوادر که چینایی ها 46 بیلیون دلار سرمایه گذاری کردن و برای 43 سال ایره اجاره گرفتن که بتونن یک منطقی آزاد تجارتی را با پاکستان انجام بده. به هر ترتیبش این سفر اهمیت بسیار فراوان دارد. پس از سفر نشست قلب آسیا، تاپی و مسائل دیگره، مهمان محترمی که با من در این بحث حضور داره و با جزئیات روی از این مسئله و روی سفر و روی مسائل تجارتی صحبت خواهیم کرد. مهمانی که با من در این بحث حضور دارن آقای هاشم رسولی، مسئول روابط بین‌الملل اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، آقای دکتر موسی جعفری استاد دانشگاه و آقای سید مهدی منادی آگاه روابط بین‌الملل و همچنان استاد دانشگاه. مهمان گرامی، بس بسیار خوش آمدید. رسولی صاحب، با شما بحث آغاز بکنیم و مردم افغانستان همونطور که برای همه معلوم است از هر چیزی دیگر به دنبال ایجاد یک تحول عمیق اقتصادی در زندگی خودشان است و بندر چابهار هم اگر قرار با شما بتانیم وارد یک مرحله نو بکنیم میتونه کمک زیاد بکنه اقتصاد افغانستان. حالا آقای عبدالله وارد ایران شده با آیت بسیار بلند پایه که هر کدامش از یک سکتور به خصوص نمایندگی میکنه، حداقل دیدگاه اتاقهای تجارت صنایع در قبال مباحث اقتصادی سفر چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان عزیز، بندر یک از آجندای سفر جلال مآب دکتر صاحب عبدالله به ایران بازدید از بندر چابهار است که به روز چهارشنبه فکر میکنم صورت میگیره. بندر چابهار بر اساس توافق توسعه بندر چابهار بر اساس توافق سه کشور افغانستان، ایران و هندوستان در سال 2003 اتفاق افتاد، در زمانی که تقریبا تحریم های زیادی علیه ایران در حال شروع شدن بود، ولی که یک اراده بین سه کشور وجود داشت که یک نیاز است برای حداقل در منطقه. هر سه کشور به دنبال منافع خودش هستند در چابهار. آنچه که ایرانی ها و آنچه که هندی ها در مورد چابهار فکر میکنن، اگر وقت باشه در بعدا میشه صحبت بکنیم، ولی آنچه که از دید ما به عنوان یک کشور میخواد بخشکه و یک کشوری که به دنبال جستجوی راه های جایگزین هستیم برای رهایی و یا برحال از بندر کراچی پاکستان که وابستگی خود کم بکنیم، چابهار چند مفیدیت برای افغانستان دارد. در قدم اولی است که منطقه آزاد تجاری است از طرف دولت ایران اعلام شده، به این معنا که محصول تکس و بسیار مسائل دیگری در اونجا تطبیق نمیشه. و دومی که حکومت ایران 50 هکتار زمین است تقریبا از سال 2006 فکر میکنم برای سرمایه‌گذاران افغان در نظر گرفت که اونا میتونن هنگر و دیگر تاسیسات خود اونجا احداث بکنن که یک تعدادی این کار کردن و زمین گرفتن و با قیمت بسیار ارزان در اونجاست. و بحث دیگر نزدیکی است به خاک افغانستان. بندر چابهار ایران نسبت اگر مقایسه بکنیم از نظر مسافت با مرز افغانستان نسبت به کراچی 800 کیلومتر نزدیک است و ای از لحاظ ترانزیتی، از لحاظ به حال هزینه ترانزیتی و ترانسپورتی بسیار زیاد به صرف است و ای مفیدیت هایش است که ما پیشتر گفتیم، ولی مشکلات هم داره. درست. مشکلاتی داره که هنوز بندر چابهار نیازمند سرمایه گذاری بسیار بزرگ در زیر ساختارهایش است. به گفته یک وقتی ما یادیم است که سفیر ایران در کابل، دو سفیر قبل از اونا می گفت نیازمند 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری است که چابهار به یک چیزی به بندر عباس تبدیل شد از نظر زیر ساختاری و از یک مشکل است که البته هندی ها در سال در امی ثور 94 یک توافقنامه را امضا کردند، وزیر حمل و نقل کشورانی هندوستان با وزیر حمل و نقل و بسیار شهرسازی فکر میکنم اونا رای و ترانسپورت ایران به ارزش 65 میلیون دلار که دو تا از لنگرگاه‌های چابهار تبدیل کنه به مناسب بسازه برای کشتی های کانتینر بر که بتونه اونجا توقف بکنه. درست. در حال حاضر کشتی های کانتینر بر اقیانوس پیما اونا نمیتونن، توانمندی کنارگیری اونجا ندارن و کشتی های خرد هستن که میتونن در حدود 100 تن 200 تن یا 500 تن یا 2000 تن یا میتونن تحویل بگیرن، ولی نیازمند است کشتی های با 100000 تن 50000 تن بتونن تحویل بگیرن. این مشکل زیر ساختاری است. یک مشکل دیگر هم خدمت شما عرض کنم که و مشکل دومی که چابهار نیازمند تلاش های بسیار شبانه روزی هر سه کشور است، مخصوصا هند و ایران هست که در مارکت های جهانی یا درمو
قلب مثلا ترانزیت و ترانسپورت های در منطقه، مثلا در آسیا ما هنگ کنگ داریم، شانگهای داریم و بازارهای مهم دنیا که در اونجا چابهار معرفی شود، چابهار پروموت شود، که این گونه نیست متاسفانه. فرض مثال شما یک تاجر افغان هستین، 5 کانتینر به مال خریدین و او رو به یک شرکت ترانسپورتی چینایی تسلیم میکنین، چینایی برای شما میگن ما در کراچی یا در بندر عباس برای شما تسلیم میکنیم، به خاطر اینکه مسیر راه همون طور است، ولی در چابهار نه، به خاطر توقف ندارن. به غیر از 5 کانتینر شما مثال میگیرم، دیگر باری اونجا تخلیه نمیشه. پس بنابراین آپشن دیگه است. بسیار یک تصویر خوبم شما ارائه کردین از چگونگی مشکلاتش، مزایایش. اما بحثی که برای مردم اهمیت داره، این بار آقای عبدالله چه پیام اقتصادی را با خود حمل خواهد کرد، به ویژه در مورد ایجاد یک چرخی جدید؟ همونطور که شما یاد کردین که بندر چابهار به لحاظ اقتصادی نیاز داره که ایجاد سرمایه گذاری شود، هرچند ایندی ها بار بار این مسئله را یاد کردن و حتی سرمایه گذاری را رسما شروع کردن، چون این بحث ایندی ها از سالهای 1993-94 بود، ولی پس از انقلاب اسلامی قدری بحث متوقف شد. بحثی است که حداقل آقای عبدالله چشمانداز مشخص فکر میکنیم با خود داره، چه پیامی را به ایرانی ها خواهد برد؟ فکر میکنم از دید افغانستان ما کدام پیام خاصی را نخواهیم داشت و نداریم، خاطر که اصلا توسعه بندر چابهار به خاطر اهداف هند و با ایران است و بیشتر هند است. ولی روی افغانستان هم کم بارا گفتن که میتونن افغانستان بازیگر سوم در این قرارداد منطقه‌ای هست. ولی فکر نمی‌کنیم وقتی از بندر کراچی دستش آزاد شود، رهایی پیدا بکنه، بتونه که باب حادث پیدا کنه، اهمیت داره دیگه؟ طبعا اهمیت من نمیگم داره، ولی که تصمیم گیرنده خیلی جدی نیست افغانستان. تصمیم گیرنده اصلی نیست. ولی لااقل چون در این سفر گفتاش که آقای عبدالله پیام ممکن اساسی را در این مورد هم خواهد داشت، چشم‌انداز هست که چه خواهد باشه؟ خب در مورد چابهار، توسعه بندر چابهار قراردادها صورت گرفته، مسائل انجام شده، زیر ساختارها باید توسط انجام شود توسط شرکت های هندی ارزش 85 میلیون دلار در قدم اول. البته بحث سرمایه گذاری است که از 2.5 میلیون تن حجم واردات در اونجا تا 12 میلیون تن در سال افزایش پیدا کنه. اینا بحثی است که بین هند و ایران بیشتر مطرح است. یعنی اگر من ساده بپرسم، با جای مثل اتاقای تجارت صنایع افغانستان کدام بحث اساسی دمی دوره نبوده روی چابهار؟ بوده. موضوع مثلا در ما بیشتر به شما گفتم در چابهار خیلی سهولت ها را دولت ایران برای افغان ها داده، از قبل هم داده. 50 هکتار زمین اختصاص داده برای افغان ها، یک مدار افغان ها گرفتن. درست. و بازم تقاضایی که ما از حکومت ایران کردیم همین زمینه وجود داره که باز زمینی بیشتر به افغان ها بدن. تشکر. و موضوع محصول و تکس و مالیه نیست، منطقه آزاد تجاری است. و موضوع رفت آمد بین ما و به چابهار به تازگی شروع شده، یعنی شما تقریبا یک 6 ماه پیش توافق بین وزارت ترانسپورت افغانستان و وزارت حمل و نقل ایران، پروازهای افغانستان به ایران از 6 پرواز به 9 پرواز افزایش داده شد که 1000 چابهار است. بنابراین ما مشکل خاصی به چابهار نداریم و مشکلاتی که بیشتر ما گفتم، مشکل به سالا خیلی معرفی نبودن یا معرفی نشدن در مارکت های جهانی هست، یک مشکلی کلان است. برحال شما یک جنسی را که از چین میخرین، برحال یا در کراچی تصمیم میکنه یا در بندر عباس. شما نیاز دارین که بیشتر او را در جهت ارتقای تبلیغات شبه، که چابهار یک منطقه است که در اونجا میتونه که بسیار کالاها دازده شده. بسیار تشکر. جناب آقای جعفری، از بود اقتصادی اگر گذر کنیم، با توجه به شرایط حساسی که در منطقه است، در افغانستان است، مبحث تروریسم، مبحث داعش و فراتر اگر پا بگذاریم، اما گذشته روابط اگر ما تحلیل بکنیم، گهگاهی پر از فراز و فرود بوده روابط میان دو کشور ایران و افغانستان، در یک نگاه کلی سطح روابط در شرایط فعلی در چه حد ارزیابی میکنید شما؟ یعنی این بار سفر آقای عبدالله با چه دستاورده، با چه پیامد قلم همراه خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران حاضر در بحث و بینندگان عزیز. در رابطه با روابط میان افغانستان و ایران در سالهای اخیر باید به چند نکته اشاره بکنیم. ابتدا اینکه ما پس از روی کار آمدن دولت وحدت ملی، اگر بگوییم که به طور مشخص در روابط ما با کشوری تفاوت ایجاد شده باشه، یکی از اون کشورها ایران هست. به هر حال در دوره گذشته، در دوره آقای کرزی، سطح روابط بسیار مطلوب بود. تقریبا می شود گفت که برخی سیاست ها با هم یک سو بود. امضا نکردن
قرارداد امنیتی که بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان بود یکی از و مسائلی بود که مورد توجه جمهوری اسلامی ایران بود و بسیار روابط متفاوت تر در دوره جدید آغاز شد. سفر ریاست جمهوری و به ایران در فصل در ماه حمل بیانگر همی بود که ما در یک دوره سردی از روابط قرار داریم. در اونجا تعاملات بسیار رسمی برخلاف دفعات قبل که در یک فضای صمیمیتری صورت می گرفت، بیشتر تاکید بر حقوق بین الملل، مسائل حقابه و بسیار مسائل جدی برای مثال اونجا مطرح می شد، بحث مهاجرین هم به این طریق. و بعد از چند ماه دوباره فرصت ایجاد شده تا یک روابطی از سر گرفته شده و در واقع به نظر من این سفر یک نوع سفر اعتماد سازی هم میتونه نام بگیره. بله، ما با جمهوری اسلامی ایران باید روابط داشته باشیم، همونطور که با پاکستان داریم، همونطور که با هند داریم و به دنبال منافع خودمان هستیم، در شکی نیست. و همونطور که ما ملاحظه میکنیم در رابطه با پاکستان حساسیت به روابط بسیار بالاست، در رابطه با ایران هم همینطور هست. ما میبینیم که برای مثال سطح تعاملات ما و بازخورد تعاملات در داخل جامعه افغانستان بسیار اهمیت داره. تصور ما بری هست که هیئتی که اعزام شده و هیئتی که به این سفر رفته در این مذاکرات سه روزه رسمی میتونه دستاوردهای مهمی را برای کشور داشته باشه در دوره جدید، خصوصا در دوره آقای روحانی و در دوره آقای غنی و دکتر عبدالله به عنوان رهبران حکومت وحدت ملی. ما ضرورت داریم به بازنگری در روابط دو کشور، ضرورت داریم تا نیازهای متقابل یکدیگر را بسنجیم. بله. و در همین راستا یک روابط متقابل هم تعریف بکنیم. بخشش در حوزه اقتصاد هست که بندر چابهار میتونه با توجه به اون مزیت‌هایی که برای دو طرف به وجود آورده، همونطور که در صحبت‌های آقای هاشمی هم بود، در آقای رسولی بود، در رابطه با سهولت‌هایی که ایجاد می‌کنه، همین مسافت نزدیک‌تر و او سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفته، برای ما این مهم نیست که برای مثال از این روابط دیگران رنجیده خاطر میشن یا چه اتفاقی میفته، اما درست. بحث اساسی منافع ملی ما هست و سودی هست که از این پروژه میبریم. قطعا اگر بتواند بخشی از مشکلات اقتصادی ما را حل بکنه در کنار دیگر پروژه های پروژه اهمیت داره و ما نگاه ما نگاه منفعت محور به سیاست خارجی ما هست و در همین راستا هم به نظر ما بهتر هست که ما اگر یعنی روابط جدید خودمون رو پایه‌گذاری میکنیم که در یک سال گذشته احساس میشه که به می سمت میریم و ایران هم به عنوان یکی از همون کشورهایی که در حلقه همسایگان ما قرار میگیره تعریف میشه و روابط باز تعریف میشه، باید بهبود روابط و تعاملات مثبت را در دستور کار باشه. خب جعفری، نکته بسیار ارزشمند اشاره کردین، چون مردم در افغانستان دیدگاه مشخص در مورد سیاست پاکستان در قبال افغانستان دارن. مردم احساس میکنن که پاکستان در درازای تاریخ تا اینجای کار همواره به نحو خاص اون حرکت مستمر و دوامدار سیاست افغانستان در جای قطع بکنه تا آسیبای فراوان بر مردم و بر خاک برسه. ایران هم کمتر نیست. بسیاری ها تصور میکنن ایرانی که با حکومت شهنشین خودش از مردم تصور میکنه که گاهی به دنبال ایجاد تفرقه است، گاهی تصور میکنن که موارد دیگر را دامن میزنن. این یک حقیقت متاسفانه بسیار عجیب و غریب جا افتاده است که حتی بحث فرهنگیش هم بدتر خواهیم کرد که ایران گویا به دنبال استثمار فرهنگی است، میخواهد که به نحو مردم عجیب و غریب به طرف خودش بکشن. روی از اون بدتر صحبت میکنیم. اما حداقل اگر یک نگاه مقایسوی داشته باشیم، فکر میکنین نگاه ایران نسبت به افغانستان در شرایط فعلی چه است؟ آیا به دنبال یک حکومت مستحکم و دارای یک دولت مستقل یک چنین شرایط است، یا ایران هم مثل پاکستان خواب و خیال داره؟ بحث اساسی در اینجایی هست که افغانستان به خصوص در دوران آقای کرزی بیشتر تعاملاتش خوب به گونه‌ای بود که ما آمریکا و همپیمانانش بیشتر تعاملات رو داشتیم و به نحوی بعد از دوره آقای کرزی در دوره آقای غنی ما استقلال بیشتری رو داریم. به هر حال نیروهای خارجی رفتند و اینجا امروز افغانستان واقعا میتونیم بگیم که میتونه مستقلانه تصمیم بگیره در رابطه با رفتار و سیاست خارجی خودش. من از این لحاظ میخوام به این اشاره بکنم که مثبت هم همین هست که امروز ایرانی ها هم به نظر به می طریق به مسئله نگاه میکنن. اونها میتونن که طرف دولت افغانستان هستن، میدونن اینا و به این طریق به نظر من یعنی این به نظر میرسه که میتونن هر دو طرف میتونن که یک روابطی را از نو تعریف بکنن
مبتنی بر احترام متقابل، چیزی که در گذشته هم بوده، مبتنی بر همو بسترهای مشترکی که به لحاظ فرهنگی هست خدمت شما عرض بکنم و زمینه ها و فرصت های اقتصادی که در دوسوی مرز وجود داره، تهدیدات هم به میطریق تهدیداتی که در افغانستان هست، بحث افراطگرایی، بحث داعش، اینا تهدیداتی برای ایران هم هست بره. و همونطور که مسائلی رو که اشاره کردین، مهاجرینی که از افغانستان در ایران حضور داره، بحث مواد مخدر، اینها همه اجنده های مشترکی هست که دو کشور را به نظر متفاوت از دوره قبل در این دوره به شکل کاملا جدی میتونه پای میز مذاکره قرار بده، به خصوص که دولت آقای روحانی و حداقل دیپلماسی و سیاست خارجی اونها بسیار پویا بوده در، و شاید به این نکته باید اشاره بکنیم که امروز ما بهتر میتونیم با جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشیم با توجه به اینکه دیپلماسی اونها و شخص وزیر خارجه اونها را ما میبینیم در قالب عملکردش در توافق هسته‌ای و پویایی هایی را که سیاست خارجی ایران داره، این برای ما هم فرصت هست که ما هم پویاتر باشیم و بتونیم از این طریق خیلی از تعاملات خودمون را گسترش بدیم به نفع سیاست خارجی کشور. بسیار تشکر، بسیار تشکر. چون آقای مرادی، بحث امنیت، توریسم، دهشت افغانی تقریبا یک تصویر عجیب و غریب در ذهن مردم افغانستان است و همواره هم به دنبال این است که حکومت افغانستان در یک مسیر تشویق بکنه که بتانه همپیمانان و دوستان خوب پیدا بکنه. ایران همسایه نزدیک است و جدا پس از مباحث عظیم در مورد داعش همواره ایران صدای خودش را بلند کرده و گفته که ما میتونیم در مورد این مسئله مشترکاً با حکومت افغانستان تصمیم بگیریم و گذشته تاریخی نشان میده که دو جای دو تعبیر است. مثلا بسیاری ها فکر میکنن که این توافق هسته‌ای و تعامل با ایالات متحده آمریکا به سود افغانستان، از افغانستان میتونه از این سود بگیره. یکیش همین است که حداقل پیشتر تحلیل این است که ایران به نحو به طالبان است همه داده کمک میکرد، ولی حداقل از این بحث دست کشیده. و بحث دومیش این است که در دوره رژیم طالبان اون کشتار دیپلمات های ایران در مزار شریف به نحو نشان میده که ایران هم چندان خاطر خوش نداره. حالا اگر یک تعبیر کوتاه از شما داشته باشیم، چقدر ایران میتونه حکومت افغانستان در شرایط فعلی کمک بکنه که در برابر دهشت افغانی، افراطگری و توریسم مقاومت بکنه؟ چه پتانسیل در حکومت فعلی ایران است که اگر عزم خود جزم کنه میتونه یک تغییر جدی در منطقه ایجاد کنه؟ با نام و یاد خدای مهمان و سلام خدمت شما همکاران بس و بینندگان عزیز. افغانستان و ایران دو کشوری است که بر اساس همجواری و داشتن مرزهای مشترک، منافع مشترک، اختلافزا و متعارض دارد و دیدارها و تعاملات رسمی و ترکوان دو کشور عمدتاً با این هدف صورت میگیره که نقاط تعارض و نقاط مشکل که در اینجا وجود داره او را تبدیل به فرصت بکنن، و یا اگه فرصت در اینجا وجود داره فرصت ها را در اینجا افزایش بده. و سفر رئیس اجرایی به ایران هم با چنین هدفی صورت میگیره و قطعاً چنین دیپلماسی و چنین فرایند سیاست خارجی یک فرایند طولانی مدت است که در طولانی مدت در اینجا نتیجه میده. اما عملاً اگر به صورت خاص در حوزه امنیتی ما وارد شیم، امنیت در کشوری مثل افغانستان متأثر از بازیگران درونی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است که تمام این لایه‌ها در کنار همدیگر به مفهومی به نام امنیت در افغانستان تاثیرگذار است و ایران هم به عنوان یکی از اضلاع مهم در شکل‌گیری امنیت و ناامنی در افغانستان تاثیرگذار است. جریانی به نام داعش و جریانی به نام طالبان از دیرباز منافع مشترک یا متعارضی را با ایران یعنی داشته که در مقاطع متفاوت میتونسته برای ایران فرصت و یا تهدیدهایی را ایجاد بکنه. به نظر میرسه که در شرط فعلی یک فرصت مشترک، یک منافع مشترک میان افغانها و ایرانیها به وجود آمده، او بحث داعش است. داعشی که هم میتونه برای ایران ضرر ایجاد بکنه و منافع اونها را تهدید بکنه، هم برای افغانها. برای اساس است که همکاری بر سر این موضوع میتونه یک از اجنداهای بحث باشه. و بحث دیگه که در اینجا وجود داره از جمله ابهاماتی که بارها تاکید شده، چون طالبان با مصابه یک جریان ضد داعش تبیین شده و بخصوص جریان ملا رسول که در همکاری با ملا دادالله اینها گفته میشه که پول دریافت میکنه، همونطور که از پاکستان و شعبات مختلف پول دریافت میکنه، از ایرانی ها میگن که پول دریافت میکنه. و کما این که اخیرا روزها هم تاکید کرده که این جریان میتونه متاثر از روزها باشه، این شایبه، این شبهه وجود داره. اما اینکه صحت این موضوع چقدر میتونه وجود داشته باشه، او به اطلاعات استخباراتی و عملا اطلاعات دقیق ضرورت
داره که ما بر او باید تاکید بکنیم. اما نکته حساس و مهمی که در اینجا وجود داره، ما در حوزه امنیت بر سر چند نکته میتونیم همکاری بکنیم. نکته اول مسئله مرزها، بحث قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و عناصر اینچنینی که میتونه یک اشتراک چرا که منافع مشترک در این حوزه وجود داره. حوزه دوم مسئله داعش است. داعش یک جریانی است که تهدید مشترک برای دو کشور محسوب میشه. عملا همکاری در این حوزه میتونه منافع دو کشور تامین بکنه. پس بنابراین این حوزه یک حوزه است که تعارضات وجود درش وجود درش وجود داره، اما حوزه های اشتراک در او بیشتر نفته است. درست. چرا آقای مرادی، بس اگر یک قدر متمرکز بشیم، به خاطر که از همراهان بسیار مهم آقای عبدالله آقای محمد محقق است و در کنارش آقای انی فتمر مشاور امنیت ملی است. بله. ایران چه پتانسیل داره؟ برفرض ایندیها خوب آمدن، برفرض هلیکوپتر کمک کردن، پارلمان را ایجاد کردن، در کنارش مثلا ایالات متحده آمریکا یا هر کشور دیگر به نحو نشاندن که میتونن به نحو کمک بکنن ارتش افغانستان یا دولت افغانستان تا برابر مسائل ناامنی مبارزه بکنن. ایران اگر قرار باشه وارد یک مرحله جدید شود، آنچنان که گفته شده این سفر شاید بعض از پیمان‌ها یا توافقنامه امضا شود که هرچند زیاد معلوماتش بیرون درز نکرده که چه خواهد بود، ایران اگر فرض بفرمایید وارد یک مرحله نشود، چه کمکی به لحاظ امنیتی میتونه برای حکومت افغانستان بکنه؟ با توجه به این که ما تاثیرپذیری بسیار عمیقی از جنوب آسیا داریم و عملا بازیگران آناشیک فروم ملی جنوب آسیا تأثیر بسیار منفی در منافع ملی ما داره، و در سوی دیگه ما هم پیمان استراتژیک آمریکا هستیم، به نظر میرسه که ایران به عنوان یک همکار امنیتی بازیگر خوبی برای ما پنداشتن نشه. ما مشکلات جدیدتری مثل مهاجرین، بحث مسائل اقتصادی میتونیم از ایران به عنوان یک همکار ضمنی و غیر مستقیم در امنیت حساب بکنیم. اگر ایران در مسائل امنیتی با ما همکار شد و یا حمایت های نظامی یا عناصر اینچنینی رو به ما در اینجا فراهم بسازد، قطعا تعاملات ما با امریکا و دیگر هم پیمانانی که در اینجا وجود داره در اینجا دچار مشکل شد. ما بحث مهاجری نداریم که عملا نزدیک و یا بیشتر از 3 میلیون مهاجر در ایران داریم. بحث حقوق اونها، شرایطی که اونها در ایران دارن، بحث تبدیل کردن این تهدید و یا این چالش به فرصت، یا عملا بحث اقتصادی که در اینجا چیزی که رسولی صاحب هم به او تاکید کردن، اینها عناصری است که به صورت ضمنی تاثیر بسیار عمیق بر امنیت ما داره. یک نکته که بسیار حساس در اینجا وجود داره، رادیکالیسم و تروریسم یکی از منابع و بسترهایش فقر است. فقر بستر بسیار عمیقی برای ناامنی است. اگر ما بتونیم از مؤلفه ها و عناصر ضمنی نظیر اقتصاد، نظیر کار، نظیر عناصر اینچنینی ما بتونیم از ایران بهره ببریم، قطعا میتونه کمک بکنه به امنیت ما. اگر ما به نقش مستقیم امنیتی ایران در مسائل افغانستان کمتر تکیه بکنیم، فکر میکنم به نفع ما خواهد بود. بسیار تشکر، بسیار تشکر. یندگان عزیز، وقفه خیلی کوتاه داریم، پس از آن ادامه مبحث که روی چگونگی سود زیان این همسایه خود میخواییم صحبت بکنیم، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ اجتماعی. وقفه بسیار کوتاه. پایان برنامه خوش آمدین. جناب آقای رسولی، یک چیزی که همونطور که شما پیشتر روی تبلیغات در مورد بندر چابهار صحبت کردین، کمتر در مورد نقش همسایه هام بر مردم یک تصویر واضحی داده نشده. اگر لطف کنین و یک تصویر کلی از این که ایران در مقیاس به کشورهای اطراف که وجود داره، بر فرض پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی و همسایه ما هندوستان، چقدر سطحی حداقل تبادلات اقتصادیش بوده، سود زیان ما در چه حد است، اگر یک روشنی و اگر سفر کوتاه داشته باشیم حداقل در 13 سال گذشته. ایران به عنوان دومین شریک تجاری افغانستان، همیشه بعض وقتا ما به عنوان اولی میگیم، بعض وقتا به عنوان دومی میگیم، یک بسیار تفاوت کم است بین ایران و پاکستان حجم تجارت ما، ولی بیشتر ما واردات داریم تا صادرات. تنها گله ما، تنها شکایتی ما که خدمت جناب ما دکتر سید عبدالله هم عنوان کردیم، موضوع صادرات افغانستان به ایران بود، که البته ما فکر نمی‌کنم چندان توفیقی در این سفر باشه، به خاطر که افغانستان به اکثر سازمان‌های بین‌المللی عضویت نداره و کدام تعهدی هم به چیزا نداره، نظر به شرایط داخلی اقتصاد خود هر تصمیمی رو می‌گیره. ولی ایران به عنوان بیشترین سرمایه‌گذار در افغانستان داره. آماری که از اداره آیسا ما گرفتیم، بیشتر از 300
شرکت ایرانی یا به صورت مستقیم یا به صورت مشترک با افغانستان سرمایه‌گذاری کردن، بعد از او باز ترکا هستن، بعد از او باز دیگر کشورهای دیگر. میزان حجم واردات ما در حدود 1.7 میلیارد دلار است به گفته گمرک ما. درست. گمرک ایران این رقم بالاتر است. که چه است معمولا این واردات؟ هم از همه چی، از مواد ساختمانی گرفته، از مواد غذایی، از مواد شوینده، از مواد زراعتی، مسائل زراعتی و بسیار مسائل دیگر. 1.7 میلیارد دلار. اشاره آمار ما میگیم و آماری که ایران میگن شاید بیشتر از این باشه، ولی شاید 2.5 میلیارد اگه همین چیز رقمایی باشه. دیگر مسائلی که ما با ایران داریم، یک چیزی که من میخوام اضافه بکنم پیش از صحبت های ما، که به بندر چابهار دیدی که ما داریم، بیشتر گفتم دیدی که هند داره، دیدی که ایران داره، از دید ما متفاوت است. هندی ها میخوان در افغانستان سرمایه گذاری کنن، در معادن افغانستان، در سنگ مرمر، در مسائل زراعتی و بسیار مسائل دیگری که اونا علاقمندی دارن. ولی مشکلی است که برای هندی ها که از کدام راه میخوان انتقالات داشته باشه، یک و چگونه بتونن راهی نزدیکتر به آسیا، مارکت آسیا میانه داشته باشن هندوستان. بنابراین اونا دنبال یک مسیری میگردن که چابهار بهترین موقعیت داره برای هندوستان، که اونا بتونن هم کالاهایی که در داخل افغانستان تولید میکنن، چه معادن استخراج میکنن و چه اونایی که ضرورت دارن از طریق چابهار صادرات داشته باشن. درست. و واردات خود از همین طریق به آسیا میانه انتقال بدن. بیشتر گفتین که یک گلایم که با حتی آقای عبدالله هم گفتین که بتونه این پیام برسونه به ایرانی ها، بحث صادرات هست. فکر میکنین چه مشکل اساسی در بحث صادرات با ایران وجود داره؟ صادرات ایران تعرفه های گمرکی بر کالاهای تمام کالاها مخصوصا کالای افغانی بسیار بلند است و تاجران افغان نمیتونن کالای رو به افغانستان صادر بکنن. طبعا صادر که بکنن هزینه بلند است و در مقابل کالای ایرانی شکست میخورن و مارکت ندارن. ولی در سفری که من خودم به ایران داشتم، معاون وزارت صنعت و تجارت ایران اعلام کرد که دو تا از کالاهای افغانی را از تعرفه بسیار پایین آوردیم که صادرات صورت بگیره، یکی کنجد است، یکی جلغوزه که در افغانستان در ایران وجود نداره و تقاضا بسیار زیاد است و در افغانستان است، تنها دو کالا. ولی شما میبینید که ما بسیار کشورها، همین پاکستانی که ما بسیار مشکل داریم، صادرات ما صورت میگیره. با هندوستان در حدود 320 کالای افغانی تعرفه صفر است، یا حداقل صفر اگر نباشد در حدود 10% پایین است. با چین نزدیک حدود 8000 چند کالا از تعرفه صفر است و همچنین به کشورهای دیگر. ولی ایران در همسایه ما این مشکلات رو ما داریم. خب ایران بهانه‌ای داره، ایران دلیل خود داره و کدام تعهدی هم نداره به کدام سازمان بین المللی مثل سازمان تجارت جهانی، عضویت هم نداره که ما از طریق از او چینل او را زیر فشار بتیم که شما باید این کار رو بکنین. میگه من مارکت داخلی خود دارم، صنایع خود رشد میتونم و بسیار دلیل دیگر که ما تا امروز موفق نشدیم که ایرانی ها را قناعت بتیم که حداقل شما در این قسمت یک کمک بکنیم. میزان صادرات ما بسیار رقم پایین است، 50 تا 70 میلیون دلار رقمی نیست که ما بوره گفته بتونیم به یک بحث صادرات در اصلا در عدد نمیه. درست. ولی چی هست؟ همون 50 70 میلیون دلار هم حداقل اگر یک برداشت کلی ایجاد شود. بعضی میوه خشک است، بعضی مثلا مثال بر شما گفتم میتونم که عمدتاً میوه خوش، عمدتاً زعفران یا بعضی مسائل دیگر هست که مثلا رقم پایان است. ولی در بحث چابهار من می‌خواستم در اگر اینم حداقل یک پول ارتباطی بزنیم، بحث مواد مخدر حداقل رفت آمدش، قاچاقش، پروسسش، اینم اگر تنزگونه باشه جمع صادرات واردات است که ما اگر بحث ما اون طرف نره، در افغانستان ما تقریباً 3 اقتصاد داریم، اقتصاد رسمی داریم، اقتصاد غیر رسمی داریم، اقتصاد غیر قانونی داریم که غیر قانونی نه در کنترل ماست، نه در کنترل حکومت است، نه در کنترل هیچ کس نیست، یک تجارت بین المللی است. اصلا ما قاچاق جزء بحث تجارت خود نمیدونیم. تو رقم وجود نداره که حداقل میزان عاید غیر قانونی که به افغانستان وارد میشه، چون ایران عملا بیشترین معتاد در خاک خودش داره که بیشترین تولید کننده هم افغانستان است. خب رقم در مورد مواد مخدر، چیزی که ما از معلوماتی از سازمان ملل متحد بخش مبارزه با جرایم و مواد مخدر که UNDPOC است فکر میکنم، او معلومات دارم در حدود 4 میلیارد دلار حجم امی تبادل تجارت است مواد مخدر. در طبعا یک مقدار بسیار کمی شده، در حدود چند فیصد، 10% شده افغان ها به دهاقین افغانستان، تاجران مواد مخدر افغانستان است و بقیش ترانزیت ایران است و
عمده ترین سودش باز کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی که اونجا مصرف کننده مواد مخدر هستند. شاید او بحث ما نه کدام نظری داریم و نه کدام گپی داریم، بخاطر اینکه از کنترل همه خارج است. شاید تشکر. جناب آقای جعفری، روی بحث فرنگی قدر اگر تمرکز کنیم، چون یکی از همکاران آقای عبدالله، آقای عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان است. اگر ایران در کنار افغانستان نمی بود، چون همواره دیده میشه که کتابخانه ها، کتاب فروشی ها، اگر آدم سر بزنه بیشترین کتاب ها حداقل ترجمه در ایران شده یا از ایران فرستاده شده. شما تجربه که در دانشگاه دارین، فکر میکنین تبادلات فرهنگی ما در چه سطح هست؟ چقدر تانسته تاثیر پذیر باشیم ما و چقدر تانستیم از این بابت ما سود زیان را متحمل شیم؟ اگر یک برداشت کلی را ایجاد بکنیم. باید کمی بیشتر به مسئله اوضاع فرهنگی خودمون بپردازیم قبل از پاسخ به این سوال. ببینید حداقل چندین دهه جنگ، ناامنی باعث شده که ما به عنوان یک کالای فرهنگی چیزی رو نتونیم واقعیتش تولید بکنیم. ما در یک جایگاهی هستیم که عملا چالش های بزرگ فرهنگی داریم، تعصبات فرهنگی داریم، تعصبات زبانی داریم. متاسفانه در چنین فضایی وقتی که یکی از حساسیت ها در رابطه بین افغانستان و ایران هم دقیقا حول همین تعصبات قرار میگیره، حول همین نگرانی ها قرار میگیره، باید این واقعیت رو بپذیریم. درست. اما مسئله ای هست که ما در 4 دهه اخیر خودمون توانایی تولید کالای فرهنگی نداشتیم، حداقل اجازه نداد برای ما وضعیت و موقعیت سیاسی اجتماعی ما. اما از سوی دیگر خب در دوره اخیر خصوصا بعد از این نظم نوینی که ما میتونیم نام بگیریم از 2001 به بعد، فضا به گونه‌ای فراهم شد که ما تونستیم آهسته آهسته و بنیان‌های فرهنگی رو در کشور ایجاد بکنیم. از جمله برای مثال گسترش ظرفیت در حوزه‌های فرهنگی، نظیر دانشگاه‌ها، نظیر رسانه‌ها، نظیر خدمت شما عرض بکنم که اون بنگاه‌های فرهنگی که میتونه کشور را پیش ببره و در حوزه فرهنگی زبانی هم در از هر طریقی ما را پیش ببره. در این راستا به نظریم تبادلات فرهنگی که ما در حداقل 13-14 سال اخیر با ایران داشتیم بسیار سازنده بوده است. ما میتونیم بگوییم که برای مثال حداقل در حوزه علوم اجتماعی تبادلات ما تبادلات خوبی بوده. ما امروز میتونیم برای مثال از صنعت ترجمه ایران استفاده بکنیم برای اینکه علوم جدید را حداقل با او آشنا باشیم و اون کاری را که خودمون نکردیم حداقل با اون محصولات آماده بتونیم پیش بریم. یعنی امروز ما در دانشگاه‌ها و پوهنتون‌های ما مشکلی از لحاظ منابع حداقل وجود نداره. منابع دری که تولید نشده حداقل ما میتونیم تامین بکنیم. این بسترهای مناسب هست، ضمن اینکه بخشی از او کمک‌های فرهنگی ایره که ایران انجام داده در حدود در همون سال‌های ابتدا بود، در کنفرانس لندن بود به نظرم که، یا در توکیو بود، که حدود 570 میلیون دلاری که بنا بود به افغانستان کمک بکنه در راستای این پروژه فرهنگی بود. درست. تبادل دانشجو و این مسائلی که بورسیه‌هایی که داده شد و این موارد، میتونیم بگیم که بالاخره تأثیرات فرهنگی خودش رو داشت و این میتونه یک ظرفیت مثبت ارزیابی شوه. ما اگر نخواهیم با یک نگاه برای مثال نیمه خالی لیوان رو ببینیم و همیشه به هر چیزی حساس باشیم، اما ما ظرفیت هایی رو که نداشتیم از طریق تبادلات فرهنگی تا حدی پیش بردیم. و این نکته رو در نظر بگیریم که مرزهای فرهنگی خصوصا ژئوکالچری رو که ما حرف میزنیم، ژئوکالچر صرفا با مرزهای هر کشور تعیین نمیشه. ما در یک مرزهای گسترده تری قرار داریم که چه در زبان پشتو باشه چه در زبان دری باشه، برای مثال اینها گسترش پیدا میکنه مرزهای ما. از این طریق ما میتونیم بگیم که پیشرفت زبان، پیشرفت فرهنگ در این منطقه به نفع همه این حوزه بزرگتری از ژئوکالچر هست که میتونه برای ما موثر باشه که ما نگاه مثبت داریم به این طریق هم به ایران و هم به پاکستان، حتی که برای مثال میتونه در زمانی که ما ظرفیت ایران نداشتیم که از لحاظ فرهنگی رشد بکنیم، این بسترها بودن که حداقل امروز میتونیم در تعامل با آنها حداقل او کاستی های گذشته را جبران بکنیم. جناب آقای جعفری، یک تاب حقیقت وجود داره، باید روی صحبت بکنیم. بسیاری ها در افغانستان فکر میکنن که ایران با آن که به تعبیر شما و بسیاری های دیگه هم که ما اگر تنها اون بخش پر گلاس ببینیم و خالی شه حداقل برای لحظات کنار بانیم، ما تاثیرات عمیقی که به لحاظ فرهنگی و علمی و اکادمیک است نمیتونیم از کنارش به سادگی بگذاریم. اما برخلاف فکر میکنم که در کنار این، ایران به نحو به دنبال
گستراندن دامان تفکر شیعه در افغانستان است و مردم به نحو وارد این مرحله میکنه و از این لحاظ زیاد مردم به ایران هم با عینک مثبت نگری نگاه نمیکنن، به ویژه در مباحث اکادمیکش، چنانچه هرچند ما زیاد کنفرانس ها و همایش های علمی، سفرها و رفت آمد به میزان همسایه هایی که در دیگر نقاط دنیا است نداریم، محدود است. اما با هم چه است دیدگاهتان در این مورد؟ ببینید، من در حوزه مسائل دینی شاید تخصص کافی رو نداریم که به این رابطه صحبت بکنیم، اما مسئله فرهنگ اگر به شکل کلانتر ببینیم، یک نوع جذابیت ضروری هست تا اگر این جذابیت وجود داشته باشد تا در برابر از او برای مثال او پذیرش پیدا بکنه. اما قدرت نرمی را که ما از او صحبت میکنیم بحث می هست که آیا کالای فرهنگی که برای مثال از ایران در اینجا منتقل میشه این جذابیت را داره یا نه. ریاکشن هایی را که در داخل افغانستان میبینیم علی ظاهر به گونه ای هست که ما میتونیم بپذیریم که تا حد زیادی او کالا با همو ویژگی های خودش در اینجا نمیتونه که موثر باشه. شما میبینین حتی در بحث شیعی که شما استفاده میکنین در اینجا تفاوت های بسیار وسیع وجود داره، دیدگاه های بسیار متفاوتی وجود داره، خیلی از مسائل را با آن قرائتی که در برای مثال ایران صورت میگیره در اینجا صورت نمیگیره. اینجا شرایط و ظرفیت های خاص خودش را داره. اینجا ما احساس میکنم، ما بارها هم جایی گفتیم که یک نوعی از چند فرهنگگرایی در افغانستان وجود داره که شاید بی‌نظیر باشه. احترامی که بین مذاهب وجود داره بی‌نظیر هست در افغانستان. اینها ویژگی های خاص خود ما هست. شاید در جمهوری اسلامی ایران که ما امروز راجع به صحبت میکنیم اونجا ویژگی های خاص خودش داره به لحاظ داخلی، ما اصلا وارد اون نمیشیم. اما در داخل خاک خود ما افغانستان ما ویژگی های فرهنگی خاص خودمون را داریم و بر همین اساس هم هست که یک نوع مقبولیت فراگیر داره. یعنی روابط و تعاملات ما در حوزه چالش های مذهبی واقعیتش تعریف نمیشه. درست. و از این لحاظ ما اینو میخوایم بگم که ما تاثیراتی را که ایران داشته باشه که برای مثال یک نوع رادیکالیزم برای مثال شیعی را در افغانستان بخواد فعال بکنه و تاثیرگذار باشه، من شخصا نمیبینم و واقعا احساس ما بری هست که اتفاقا یک گفتمان خیلی خاصی در افغانستان وجود داره که به نفع همه مردم افغانستان هست. همه همدیگر در چارچوب این خاک به عنوان یک شهروند و به عنوان یک هموطن میبینیم و حداقل در اون فضای عمومی که هست امیر باور داریم که در کنار هم باید زندگی بکنیم و برای وطن برای مثال افتخار بیافرینیم. بسیار تشکر. آقای منادی، اگر لطف بفرمایین و یک قدر صحبت بکنیم در شرایط امروز و روابط بین الملل، ایران عملا در یکی دو روز گذشته در سطح کشورهای اطراف خودش و خاورمیانه جایگاهش در اذهان و مردم پایان آمد. مثلا عربستان سعودی، بحرین، سودان، حتی امارات هم سطح روابط خودش کاهش داد به خاطر این مبحث جدیدی که پس از اعدام کشاندن آقای نمر که یکی از افراد بلندپایی جهان شیعه بود، ایران عملا تظاهرات کرد و دست به یورش به سفارت عربستان برد. مردم افغانستان میخوان بفهمن که ایران حداقل تا 5 سال آینده در منطقه و در جهان در کدام جایگاه خواهد بود، چون اون زنجیری متحدی که در کنار عربستان سعودی است نشان میده که خلاف ایران عمل میکنن حداقل در خاورمیانه. امریکا هم ظاهرا به یک تعامل دست پیدا کرد اما چندان هم مستحکم به نظر نمیرسه. ایران تا 5 تا 10 سال آینده در منطقه و در سطح جهان جایگاهش به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی و روابط بین الملل اگر نگاه در کجا خواهد بود؟ به نظر میرسه که روابط ایران با دیگر کشورهای خاورمیانه روز به روز در حال خراب شدن است. پس از فروپاشی عراق به عنوان خط حایل میان عربستان و ایران عملا تعارض این دو کشور افزایش پیدا کرد و یکی از محورهای تعارض در یمن آغاز شد و محور دوم در سوریه و عملا این محورهای تعارض روز به روز در حال افزایش است. تعارض میان ایران و عربستان محورهای متعدد و یکی از محورهای بسیار حساسی که در اینجا وجود داره جریان شیعیزم و سنیست و متاسفانه جریان شیعی و سنی دامنگیر کشورهای حائلی میشه که تا حد متاثر و تاثیرپذیر از ایران است. متاسفانه یک اصلی در جهان روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم غالب شده است که کشورهای قدرتمند به صورت مستقیم
در خاک یکدیگر جنگ نمیکنند، اما اینها به صورت غیر مستقیم در خاک های کشورهای ضعیف جنگ میکنند و کشورهای تاثیرپذیر بر اساس عصر شیعه و سنی متاثر از رقابت های ایران و عربستان میشه در منطقه و جهان. بو حساس نکته ای که در اینجا بسیار حساس و چیزی که در بحث قبلی هم تاکید کرده بودم، حساسیت روابط ایران و عربستان باعث میشه اگر ما در مسائل و روابط خود با ایران بر حوزه امنیت تاکید بکنیم، میتونیم به عنوان یک حوزه رقابت میان ایران و عربستان تک قرار بگیریم. او اساس است که لازم است که ما در مسائل امنیتی پای ایران را به عنوان یک بازیگر رقیب عربستان در اوضاع داخلی افغانستان داخل نبکنیم. اما اینکه شما اگر روابط و جایگاه ایران را در سطح منطقه و فرامنطقه تبیین بکنید، قطعا تعاملات آمریکا در اینجا نقش حساس و جدی را دارد. در صورتی که روابط آمریکا و ایران در مسائل هستی کمی تغییر بکنه و روابط اینها بهبود پیدا بکنه، قطعا تعاملات متفاوت خواهد شد. اما عملا نشان میده که تعاملات ایران و آمریکا هم در شرط فعلی چندان جایگاه خوبی را نداره و عملا سطح تازه و در واقع برنامه های تحریم های تازه آمریکا در قبال ایران افزایش پیدا کرده و این به نظر میرسه که ایرانی ها بیش از گذشته به سمت انزوا متمایل خواهد شد و از سوی دیگر جریان های رادیکال تحت عنوان داعش بس از در واقع از بین رفتن حوزه سرزمینی اونها در عراق، به نظر میرسه که اونها حوزه غیر سرزمینی و فراسرزمینی رو پیدا خواهند کرد و این به نظر میرسه که باز هم در ایران مسائل قومی و مسائل دیگه ایشان گسترش پیدا کرد. اگر ایرانی ها روابط و تعاملات خود را با ایران با امریکا در اینجا بهبود نبخشن، قطعا مشکلات تازه دامنگیری کشور خواهد شد و بهتر است که افغانستان به عنوان یک کشور پیرامونی و تاثیرپذیر از حوزه امنیتی خاورمیانه نگران تبعات منفی رقابت ایران با کشورهای مثل عربستان باشه. افغان سونیا کشوری است که متاثر از 5 حوزه امنیتی است که یک از حوزه‌های امنیتی حوزه خاورمیانه است که ما متاسفانه تاثیرات بسیار منفی از این حوزه پذیرفتیم. و یک نکته حساسی که پیشتر شما هم در رابطه مسئله فرهنگی ایران تاکید مطرح کرده بودید، من تاکید میکنم که کالای فرهنگی ایران برای افغانستان صرفا یک کالای تجاری پنداشته میشه. به یه علت تجاری پنداشته میشه که مهاجرین شیعی که در ایران بوده متاسفانه یک تجربه بسیار تلخی از نگاه بالا به پایین ایرانی ها نسبت به افغان‌ها داشته و این عامل باعث شده که چندان نگاه مثبت به نگرش ایرانی و چشم‌انداز فرهنگی ایران نداشته باشه و اغلب کسانی که به افغانستان برمیگردن اینها نگاه منفی نسبت به ایرانی ها و فرهنگ اونها داره. اما به علت ضعف و چالشی که ما در مسائل علمی داریم، ما به فرهنگ و کالای فرهنگی ایران به مسابقه کالای تجاری پنداشته میشه و از این کالای تجاری برای ارتقای سطح علمی بهره برداری میشه و این یک نکته حساسی است که همیشه باید در نظر گرفته شه که فرهنگ شیعی ایرانی به علت نوع نگاه سیاسی ایران به افغان ها کمتر کارکرد در میان جامعه شیعه داشته و از این بابت فکر میکنم نگرانی جدی وجود نخواهد داشت. سپاسگزار از حضور همه شما در این بحث و ممنون شما بینندگان عزیز که این بحث را تا آخر دنبال کردید. تا برنامه دیگر پاینده بمانید. بدرود. خدا نگهدار.